سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز اومدیم به جنوب غرب تهران، به منطقه 10. اینجا خیابون آذربایجانه که در قدیم به اون خیابون حشمت و دوله میگفتن. ما از اینجا تا خیابون آزادی یا همون خیابون آیزنهاور سابق میریم و با همدیگه این خیابون رو میبینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم، یک روز وسط هفته است و ساعتم حدود 7:30 غروبه. اینجا قیمت میوه‌های تابستونی رو میتونیم با هم دیگه ببینیم. آلو کیلویی 28500 که به دلار میشه نزدیک به 1 دلار. انگور هم کیلویی 30000 تومانه که همون حدود 1 دلار در نظر بگیریم. زغالخته هم نیم کیلو 50000 تومانه که حدود 1 دلار و 70 سنت میشه. خیابان آذربایجان و در کل منطقه 10 یکی از مناطق قدیمی و سنتی تهرانه. از خیابان‌های معروف نزدیک به اینجا میتونم به خیابان سرسبیل، خیابان خوش، قصر و دش و جیهون اشاره کنم که ما حتما تو این ویدیو قسمت‌هایی از این خیابان‌ها رو بهتون نشون میدیم. تو این خیابون یه سینمای خیلی قدیمی هم هست به نام سینما اولمپیا که چند سالی البته تعطیل شده. شاید خیلی از قدیمی‌ها این سینما رو یادشون باشه. این سینما اولمپیا که دارین می‌بینید تو سال 1337 یعنی حدود 64 سال پیش ساخته شد و در سال 1389 یعنی 12 سال پیش هم تعطیل شد. توی کتاب می‌خوندم که تو سال 1355 حدود 230000 تماشاگر داشته این سینما که برام خیلی جالب بود و فروشش هم اون موقع 836000 تومان بود فقط. اینجا هم خیابون سرسبیل یا همون رودکیه که من قبلا یه ویدیو خیلی کاملی از این خیابون توی کانال گذاشتم که اگه دوست داشتین و ندیدین میتونید برین اون ویدیو رو ببینید. خیابون آذربایجان و کلا منطقه 10 یه محله خیلی متراکم و پرجمعیته.
شما تو این خیابون میتونید فروشگاه‌های متنوعی رو ببینید، از فروشگاه‌های لباس گرفته تا فروشگاه‌های کیف و کفش، ساعت فروشی، عینک فروشی، صرافی، بیمارستان، رستوران، سوپرمارکت، خیاطی، املاک و فروشگاه‌های دیگه. و کلاً به همین دلیل و به دلیل اینکه دسترسی خیلی خوبی هم به مناطق مرکزی تهران داره، یک محله خیلی پرجمعیتی. تو این خیابون یه شیرینی فروشی معروف و قدیمی به نام شیرینی منش هستش که بد نیست بریم داخلش و قیمتاشو با هم دیگه ببینیم. به به، عجب شیرینی هاییه. من خودم عاشق شیرینیم. قیمت آجیل هم اینجا داره، با هم دیگه ببینیم. آجیل عربی کیلویی 380,000 تومان که به دلار میشه حدود 13 دلار. پسته شور هم کیلویی 490,000 تومانه که حدود 17 دلار میشه. بادوم هم زده کیلوی 310,000 تومان که حدود 11 دلار میشه. دوستای عزیزم حتما تو قسمت کامنت ها به ما بگین که قیمت آجیل تو شهر یا کشوری که زندگی میکنید چنده. اینجا هم خیابون خوشه که از قدیم هم همین اسمو داشته.
برسیم به اینکه قیمت خونه و آپارتمان توی این منطقه چنده. قیمت آپارتمان توی این منطقه کمتر از مناطق شمالی تهرانه. من از سایت‌های اینترنتی که می‌گشتم قیمت هر متر آپارتمان با توجه به امکانات و سنی که داشت از متری تقریبا 35 میلیون تومان تا 45 میلیون تومان بود. به دلار میشه متری 1200 دلار تا 1550 دلار تقریبا. برای اجاره یه آپارتمان 70 متری نوساز حدود 350 میلیون تومان باید پول پیش بدین و ماهی هم 5 میلیون تومان اجاره، که به دلار میشه حدود 12000 دلار پول پیش و 170 دلار هم ماهیانه اجاره بدین. یا برای اجاره یه آپارتمان 120 متری نوساز هم 800 میلیون تومان پول پیش فقط لازم بود، که به دلار میشه حدود 27000 دلار. این ماهی فروشی هم بهتون نشون بدم. همونطور که بهتون گفتم این خیابون دسترسی فوق‌العاده خوبی داره. شما میتونید ایستگاه مترو نواب یا ایستگاه مترو شادمان از قطار پیاده بشین و دقیقا به همین خیابون برسین. از اتوبوس‌های تندروی خط پارکوی، ترمینال جنوب یا خط آزادی تهران پارس میتونید استفاده کنید. از تاکسی‌هایی هم که به سمت میدان جمهوری، خیابون آزادی یا از سمت خیابون‌های سرسبیل، خوش، کارون به خیابان آذربایجان میرسن هم میتونید استفاده کنید. اینجا هم خیابان قصر و دشته، یعنی اول خیابان قصر و دشته، که یکی از خیابان‌های اصلی این منطقه است. Okay, hold on.
دوستای عزیزم، اینجا که بهش رسیدیم تقاطع خیابان آذربایجان و خیابان آزادی یا همون آیزنهاور سابقه که همیشه تو این موقع از روز شلوغ و پرترافیکه. دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خیلی ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. این رو بدونید که ما برای شما ارزش خاصی قائل هستیم. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو هم به ما تو قسمت کامنت ها بگین. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا حافظ.